جنس oder Geschlechtserkrankungen betroffen. با درود و خسته نباشید حضور بینندگان و دنبال کنندگان کانال های تلگرامی کارگر نیوز و کلبر نیوز. ما اینجا در شهر هانوفر آلمان یک تجمع اعتراضی شرکت کردیم که بر علیه احکام ظالمانه جمهوری اسلامی در رابطه با سه جوان ایرانی که حکم اعدام رو بهشون صادر کردید، سه جوانی که در قیام آبان ماه ایران شرکت کردند، آبان 98، و همچنین اعتراضاتی در دیماه 96 بر علیه جمهوری اسلامی در ایران برگزار شد. متاسفانه این سه جوان رو قربانی گرفته که ارعاب و ترس رو به جامعه غالب بکنه، ولی ما میبینیم که اعتصابات گسترده‌ای در ایران به خصوص در هفت‌تپه صورت گرفته و ما حمایت میکنیم از اعتصابات این کارگران، از شرکت ها و کارخانه های دیگری که به خیابان ها میان در شهرهای دیگر به خصوص در خوزستان، در هفت‌تپه، و حمایت میکنیم از کولبران که متاسفانه گرفتار این حاکمیت جنایتکار جمهوری اسلامی شدند و مورد شلیک مستقیم این جانیان قرار میگیرند. ما مردم رو فرا میخوانیم که به تجمعات بپیوندند، اعتراضات خودشون رو به جامعه نشون بدن، چون راهی به جز این نداریم. البته ما خوشبختانه این تجمعات و اکسیون های خارج کشور نتایجی هم در بر داشتیم. میبینیم که حزب مارکسیست لنینیست آلمان MLPD کادرهای این حزب در این تجمع شرکت کردند و احزاب و جریان های دیگه، گزارشگرها و خبرنگاران آلمانی هم در اینجا شرکت کردند، با وصف این که در این جامعه دموکراسی بورژوازی حاکمه، ولی خوشبختانه انسان های آزادی خواه زیادی وجود داره که شرکت میکنند و نظر عموم رو به این تجمع جلب میکنند. خیلی از مردم آلمان همانند مردم دیگر نقاط جهان گرفتار کار و زندگی سختیه که سیستم سرمایه‌داری بهشون تحمیل کرده، و بیشتر اخبار و گزارشاتی که در اقصا نقاط جهان و به خصوص در ایران و به خصوص در کردستان میشه زیاد اهمیت نمیدن، چون گرفتار وضعیت هستن. ولی با تجمع و اعتراضات میبینیم که این مردم واکنش نشون میدن و در تجمعات شرکت میکنن و حمایت میکنن. جمهوری اسلامی از این اکسیون ها و تجمعات خارج کشور بسیار بیزاره و در طبق هر شرایطی که باشه میخواد این تجمعات رو به هم بزنه. نیروهایی که فعال هستن، سیاسی هستن، حزبی هستن، رو میخواد پاسیو و غیر فعال بکنه، ولی ما میبینیم که انسانهای آزادی خواهی زیادی وجود دارن، و این دلیلش به این خاطره که در داخل ایران تجمعات و اعتراضات فوق العاده زیادی وجود داره. میبینیم که در این حاکمیت جنایتکار جمهوری اسلامی که اعتصابات ممنوعه، غیر قانونی، کارگران هفت‌تپه به خیابون ها میان، و این جای خوشبختیه، و این اتحاد و همبستگی رو در نیروهای مبارز و مترقی و به خصوص کمونیست ها و چپ ها تقویت میکنه. زنده و پاینده باشه شهر هانوفر آلمان، زنده و پاینده باشه. دانکشون فیلیپ.